مطمئنی اینجاست؟ آره، آدرسی که تو کیف شاهین پیدا کردم اینجا بود. باید سالن رو پیدا کنیم، ولی تو کاغذ نوشته بود کارخونه یه پارچه قدیمی همین. شاهین دگری چجور آدمایی شده؟ اجام دیگه، یکم دیگه لفتش بدیم دیرمون میشه. کرم، اگه اینقدر مهم بود پس چرا زودتر نگفتی؟ به فراتینا میگفتیم، اینجا جایی نیست که ما بتونیم بریم. نگران نباش، منم به اندازه قفقاز میتونم مراقبت باشم. مطمئنی؟ کجا داری میری؟ با اجازتون میخوام آدرس بپرسم. سلام آقایون. بفرما داداش، چی کار داری؟ این برا قبلا یه کارخونه پارچه بوده. آره؟ بله بوده. میخوای چی کار؟ باورم نمیشه من 7 سال تموم به اون تکیه کردم، خانوادم رو به اون سپردم، بهش اعتماد کردم. نگو، همه ی اینا کار اون بوده. کسی که داداشم رو به کشتن داد کمر خانوادم رو شکست اون بوده. آخه سونا خانم، چطور تو این 7 سال نفهمیدین چطور آدمی ها؟ 2 دقیقه تو چشاش نگاه کنی داد میزنه چه آدم عوضی. زفر چی فراد؟ مگه غیر اینه؟ سونا آروم باش، بیا بشین اینجا با هم حرف بزنیم. آروم باش. نه حرفی نداریم بزنیم. اون آدم تقاص کاراشو پس میده. این ویدیو رو هم همین الان میبرم پیش پلیس. آروم باش، نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم. خود آکفم غیبش زده، نه مدرکی نه شاهدی. آکفم من پیدا میکنم، نگران نباش. اونش با من. یعنی چی نگران نباش اونش با من؟ چه جوری پیداش میکنی؟ اصلا مگه پیداش کردی؟ کسی که 7 سال همه رو گول زده فکر اینجاش هم کرده. وضعیت پیچیده تر شده، از این حرفو گذشته. اینطوری حل نمیشه، باید یه راه دیگه پیدا کنی. خب آخرش که چی؟ ها تقاص کارایی که با ما کرد و پس نمیده. شاید تو بتونی، اما من نمیتونم. تا اون آشغال تقاص کارشو پس نده نمیتونم زندگی کنم. به هر قیمتی شده اون عوضی تقاص کارشو پس میده. لطفا آروم باش، اون خیلی خطرناکه سونا، ممکنه بهت صدمه بزنه. میخواین آبی چیزی براتون بیارم؟ سونا خانم بیاین بشینین، آروم باشین. بیا اینجا بشین. بیا اتفاق زخمی به دلم زده که دیگه به این راحتی خوب نمیشم. تو یه دکتری، تا حالا زخمی دیدی که خوب نشه؟ من یکی که ندیدم. زخم خوب میشه اما جاش میمونه. آره، وقتی میبینیش درد تازه میشه، یادت میفته خطا کردی. حداقل دیگه از همون چیز ضربه نمیخوری. مثل داداشم حرف زدی. شاید به خاطر اینه که منم زیاد ضربه خوردم. کار من خوب کردن زخم هست، اما نمیدونم این زخم رو چطور باید خوب کنم. راستش منم نمیدونم، یعنی نمیدونم نسخش چیه. فقط یه راهو بلدم، اونم صبر کردنه. ولش کن، بذار خون بیاد. اصلا جلوشو نگیر، چون هرچی خون ریزی بیشتر باشه روی زخم بهتر بسته میشه. نمیدونم به چه زبونی ازت عذرخواهی کنم. اتفاق توی رینگ طوری روم اثر گذاشت که دیگه هیچی رو ندیدم. اون آشغال پیشم بود ولی چهره واقعیشو ندیدم. هر بار نگات میکنم لحظه ای که بهت گفتم قاتل میاد جلوی چشم. ولش کن، اهمیت نده. غیر از تو خیلی ها به هم گفتم.
روزای اول که میشنیدم به هم بر میخورد. عذاب وجدان خیلی اذیتم میکرد. اما از روزی که گونش به هم گفت بابا، دیگه هیچی رو نشنیدم. به هیچ کس اهمیت ندادم. دیگه مهم نبود کی چی فکر میکنه. هیچی برام مهم نبود. فقط پسرم برام مهم بود. اونو جدی گرفتم. وقتی واقعیت رو فهمیدم دلم یکم آروم شد. وجدانم آروم شد. اما نه از اینکه قاتل نبودم. از اینکه اون بچه رو من بی پدر نکرده بودم. من ازت معذرت میخوام. الان غیر از عذرخواهی کار دیگه از دستم بر نمیاد. حالا اینا همه بکنار. به خاطر نفرتی که این همه سال ازت داشتم منو ببخش. تو تقصیری نداری. چرا؟ دارم. هیچ وقت به خوبی و پشیمونی که تو چشات بود اهمیت ندادم. از کینه و نفرت خودم شکست خوردم. درد این 7 سال سر تو خالی کردم. ببخش. نیازی به عذرخواهی نیست. گذشته ها گذشته. دیگه وقتشه که دوباره از نو شروع کنی. دیدی گفتم مشکلی نیست؟ من همه چی رو حل کردم. اگه من نمی اومدم کمکت که به این راحتی ها حل نمی شد. ولی خب برعکس، اگه نمی اومدی راحت تر حل می شد. 200 لیرم میمون تو جیبم. اما مهم نیست. فدا سرتون نسلیان خانم. کرم اینجا دیگه چه جور جاییه؟ بهت که گفتم نسلی، برای قفس مبارز انتخاب میکنه. شاهینو میتونی ببینی؟ شاهینو نه، ولی شیطانو میبینه. نگاه کن، وسط جهنمی. پس شاهینم همین دورو بره. زود باش بریم. نسلی، کرم، اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ شاهین را بیفت. نسلی، دیگه تموم شد. داشکادو قلته، برم درد سر میشه. کارم تموم شه میام. شما برین سالن، برگشتم حرف میزنیم. شاهین چرت و پرت نگو، من بدون تو هیچ جا نمیرم. نسلی، نگران نباش. نسلی، آبجی تو اینجا چی کار میکنی؟ ببین، تو آبجی ما را آورد اینجا. زیاد نمیمونیم کادو خان، الان با شاهین میریم. نه بابا، کجا با این عجله، هنوز خربوزه خاچ نکردیم. شاهین را بیفت بریم، اعصابم خورد کردین دیگه. خب طبیعیه، تو به اینجور جا عادت نری آبجی. اگه استاد یامان بفهمه تو اومدی اینجا خداییش. اگه بفهمه تو اومدی اینجا چی کادو؟ بهتره نفهمه، مگه ما واسه خاله بازی اومدیم اینجا؟ این بچه پول لازم داره بابا، پول لازم داره. بچه مایه دار. همه اینه تو خوش شانس به دنیا نمیان. میدونی این بچه شکم چند نفر رو سیر میکنه ها؟ مجبور شدیم آبجی، مجبوریم. بسه بابا، سرم رفت کادو، بسه. برو برو برو، زود باش، برو. بچه سوسول، از گردن کلوفتی ها و هارت و فورت های تو اولای خورده خوشم میامد، اما دیگه داره لوس میشه. شورشو در واردیا. مثلا میخوای چیکار کنی کادو خانه؟ اعتراضی داری آره؟ واسه ما گردن. داداش بی خیال شو، کشش نده، حرفم حرفه. خیر باشه، مشکلی هست؟ نه آقا، مشکلی نی، من به زبون خوش حلش میکنم. شاهین مبارزه نمیکنه، یکی دیگر رو پیدا کنی. از این خبرا نیست. فکر کردی بچه بازی خانوم؟ دستتو بکش. عزیزم تو برو اونور. بودو بودو اونجا. نسلی، نسلی دنبالم بیا. نسلی پشت سرتم، خیالت تخت. ایوه بیا بودو. Thank you.
بعد میگفتم، معذرت میخوام. به جای عذرخواهی کردن یه بار حرف گوش بده. رفیق، اون داداش دختره است، حق نداره بدونه. با قاتل داداشش عروسی کنه، من در حقش خوبی کردم. این چه جور خوبیه؟ حالشو ندیدی؟ سونا رو شوکه کردی. واقعا که یکم ملاحظه کن، خواهش میکنم. خب کارایی که با تو کرد چی میشه؟ ها؟ اسمت چه رفت؟ اعتبارت چه رفت؟ مگه نه؟ تو رو کشیدن تو قفس پسر، داشتن میکشتنت. حالا سخنرانی هم میکنه. ملاحظه کن، ملاحظه چی؟ آقا جون، مگه اینا تقصیر سوناست؟ اون مرد خطرناکه، بلایی سرش بیاره. چی؟ پوست اون تانسلو میکنم. بس دیگه، باز شروع کردی به پوست کندن. آی پوستشو میکنم، آی دخلشو میارم، آی فکشو میزنم میارم پای. بسه. ساکت. ای چی کار میکنین؟ صداتون رو گذاشتین رو سرتون، بچه اینجا خوابیده. معذرت میخوام سلوی، تقصیر این دوست پسر دیوونت زبون نفهم حالیش نیست. چشم بادومی، این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ عشقم کسی خونه نیست، منم موندم پیش گنش. گنش خوبه؟ آره آره، خوابیده. نسلی، بابا؟ نیستم. بابا نیمد. چرا هیچی نمیخوری سونا؟ این غذا رو که دوست داشتی. اشتها ندارم. داری به تانسل فکر میکنی؟ از جداییتون پشیمون شدی ها؟ نه خیر مامان، پشیمون نشدم. کاش زودتر جدا شده بودم. اینطوری نگو دخترم، رابطه یه چند ساله به این راحتی ها تموم نمیشه. لجبازی نکن، یه فرصت دیگه بهش بده، اون نامزدته. بسه. اون آدم دیگه هیچ نسبتی با من و شما نداره. دیگه هیچ وقت تو این خونه ازش حرف نمیزنی. هارون، وضعیت اصلا خوب نیست. خدا به خیر کنه. من دخترمو خوب میشناسم، اگه سونا به چیزی مشکوک باشه تا پیدا نکنه ولکن نیست. آفرین، فرار کن، مثل همیشه فرار کن، همه چیم بری سر من. این سری خیلی ناجور شده، جاش حتما میمونه. بذار بمونه، خاطره خوبم میمونه. انگار زده به سرت، این چیش خوبه؟ همه چیش خیلی هم خوبه. تازه خیلی هم خوش گذشت، نه؟ اون وقت چی شد که خوش گذشت؟ تو که اطورید نشد، ها؟ نه، چون جفتتون سپر بلام شدین، هیچ کس نیومد طرفم. اون هیچ، شاهین کارو راحت کرد. تنها بودم هم هیچکی نمیتونست بیاد طرفت. که اینطور سوپرمن، طرف من که نیومدن، اما صورت تو خط خطی شد. اینو چی میگی؟ بشه، من که مشکلی ندارم. خانم پرستار دارم پانسمان میکنه. نسلی، اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، پانسمان میکردم. پسر تو هم خوب عادت کردی ها. این دختر پرستار خصوصی توه، مگه چه خبره؟ نه خبری نیست فرات، فقط پانسمانش میکردم، مگه نکردم؟ آره درسته، دعوا کردم. دعوا کردی؟ نسلیهان چه خبره؟ درست تعریف کن ببینم چی شده. کادو شاهینو برده بود توی قفس مبارزه کنه. کرمم خبردار شده، با هم رفتیم اونجا. فهمیدم خواستی بهش خوبی کنی، اما چرا این دختر بردی تو اون محیط ها؟ چرا کشوندیش اونجا؟ وقتی من پیششم کسی نمیتونه بهش صدمه بزنی. خون سرد باش. گوش کن، انقدر خون سردی برای هیچ کس خوب نیست. چی فهمیدی کادو برای شاهین تور پهن کرده؟ ببینم بازجوییه؟ اگه اینطوریه بگم وکیلم بیاد. پسر جون، این دختری که با خودت میبره این ور اون ور نور چشم ماست، خواهرمه.
فرات، باور کن اون تقصیری نداره. کرم اومده بود که به بابا بگه، بابا هم که خونه نبود، پس با هم رفتیم، همین دیگه. شاهین کجاست؟ نه عمو شوکی، نه من واسه اعتیاد زنگ زدم، جای نگرانی نیست، باور کنی، نه بابا. آره، باش باشه، حتما بهتون زنگ میزنم، خبر میدم، نگران نباشی. باشه حتما، ممنون، زنده باشی، قربون شما برم. نه اونجا نیست، به همه دوستای زنگ زدم. فراتم رفته سالون، اونجاست دیگه، جای دیگه ای نداره بره، حتما نشسته تو سالون داره بی خودی جوش میزنه. اینا بله رفیق، چیکار کردین؟ نبود؟ نسلی اونجا چیکار میکرد؟ نه بابا جای نگرانی نیست، ناسلامتی یا مانگونالتای دیگه، نگران نباش، دو ساعت نشده خودم پیداش میکنم. نه جای نگرانی نیست، باشه حله، باشه فعلا خداحافظ. اونجا هم نیست. میگم بابا از دوره سربازیش یه رفیق داشت، وقتی دلش میگرفت میرفت پیش اون، حتما اونجاست، یا چه میدونم، حداقل اون میدونه که دیگه کجا رفته، اینطور نیست؟ سلام، خسته نباشید. تشکر. من با داوود کار دارم. اونجاست. عمو داوود. خب بفرمایید قهرمان، امروز خودم میام دنبالت. باش عزیزم، امروز با همون نمیای سر کلاس؟ ای بابا قهرمان، یه آدم چند بار مگه دانش آموز میشه؟ قرارمون چی بود؟ غر زدن موقوف. باشه دیگه، واسه خودت مرد شدی، باید عادت کنی. من عادت کردم، پروفسور عادت نکرده. چه اینطور؟ پروفسور جان قرارمون چی بود؟ من گونشو به تو میسپرم، تو میگی عادت نکردی، واقعا که جانم؟ ها؟ آها باشه قبوله، باشه حرفی نیست، باشه قبوله. چی میگه؟ میگه اولش عادت نکرده بودم، اما الان از مدرسه خیلی خوشم اومده، هم کلاسی ها و خانم معلم خوبی هم داری. پروفسور که بلد نیست حرف بزنه. نه بابا، پس چه جوری گفت به مدرسه عادت نکرده؟ اون به هم نگفت، خودم فهمیدم. پشتمت قهرمان کوچولو. خب دیگه برو سر کلاس، دیر نشه، تعطیل شدی میام دنبالت، بعد با هم میریم ماهی میخوریم، بعد از مشقامون هم گیم بازی میکنیم، تو و من و عمو ظفر. باشه؟ ای بله. خیلی خب، بیا اینجا. آخ جون، آخ یه دونه پیشونی. آخ برو عزیزم، برو برو، موفق باشی. خداحافظ قهرمان. خداحافظ قهرمانم. الو درویش خان، قفقاز بچه رو آورد مدرسه. بله قربان، اطاعت میشه، الان وارد عمل میشه. پس به سر یامان تویی؟ بله عمو داوود. تو هم مثل اون بوکسوری؟ بله البته. یه مدت کار کردم، اما الان پیش بابا کمکش میکنم، یه چیزی مثل مربی. آخ یامان یادش بخیر، یه آدم یه دنده‌ای که نگو. بابات رفاقتو در حقم تموم کرده، خودش چرا نیومد؟ عمو داوود راستش منم برای همین اومدم پیشت، گفتم دوستای قدیمی هستین با هم حرف میزنین، چند روز پیداش نیست، یکم هم حالش گرفته بود، میگم شما خبر ندارین؟ هر از گاهی میومد پیشم، اما خیلی وقت ندیدمش. فهمیدم. خودشو که تو دردسر ننداخته پسرم. نه البته من خبر ندارم، اما همه چی روبرا بود که فقط یهویی آلاداغ درویش، آلاداغ چیه؟ اون حرفش پیش اومد، درست بعد اون بود که بابا رفت تو خودش. آلاداغی؟ بله.
بعد از این همه سال چی شده که سر و کلش پیدا شده؟ از شما چی میخواست؟ ای بابا، هر کی اسمشو میشنوه اینجوری میشه، همچین رنگتون میپره انگار اسرائیلو دیدیم بابا جون. این علادقی اصلا کیه؟ ببین پسرم، این درویشه، اینم باباته. وقتی تو کمپ بلن بودن لا؟ بابات بهت نگفته پسرم؟ چرا گفته؟ اصلا میگفت وقتی 10 ماه هم بود من و مادرمو به 1000 زحمت از اونجا فراری داده و برده اینجا تا دم مرگ رفته و برگشته. میگفت چه سختیایی کشیده. شما رو میشناسم، عمو عالمو میشناسم، اما این آلاداقیه، درویش آلاداقیه کیه؟ اولین بار اسمشو میشنوم. این درویش کیه؟ درویش و بابات خیلی نزدیک بودن، مثل دوتا برادر بودن. کمپ بلن بلغارستان 1995. سرباز بیا اینجا. چیه؟ چرا داد میزنی؟ بیا تو، یاما یه چیزی شده. باز چیه؟ یاما حالش بد شده. برو کنار ببینم. برو کنار اونور. اونور تر وایسا. فکر کنم مرده باشه. یانیس، یانیس، صدامو میشنوی؟ یانیس، نکنه به درک واصل شدی یا نیست؟ باشا آشغال بلند شو ببینم، نکنه مردی؟ اسم من یمان مرتی که یمان. Thank you.
درویش کجاست؟ قرار بود خودش بیاد اینجا، قرار داشتیم. بدون اون نمیتونیم بریم. زده به سرت یامان، اون تو اتاق شکنجه است. چطوری میخوای نجاتش بدی؟ یامان، الان که همشون بفهمن. اگه الان نریم دیگه نمیتونیم بریم. نمیتونم اینجا ولش کنم. زنش تو وطن چش براهشه. بدون اون نمیتونم برم. دیوونه شدی. من رابیا فریم. میگم رابیا فریم، الان که سر کلهشون پیدا میشه. خوش اومدی یانیس. منتظر تو بودم. نگران اون نباش، دیگه جاش امنه. درویش کجاست؟ با رفیقم چی کار کردی؟ نگران نباش، دیگه جاش امنه. درویش، رفیق. من درویش نیستم، اسم من دیانه. درویش اسمشو فراموش کرد، ما هم هم اسمشو هم خودشو، دیگه ازش حرفی نزدیم. حیف، بابات هم به خاطر همین سالها اسمشو به زبون نیاورده بود. هممون اون روزا رو فراموش کردیم. اون جنگ لعنتی خاطره های هممون آتیش زد و رفت. هیچ کدوممون هم نتونست برگردیم به زندگیه که قبل از اون داشتیم. هیچ کس به این اتفاقا اهمیت نداد، به زندگی ما اهمیت نداد، اما من نتونستم بذارم فراموش بشه. برای همینم این طرح‌ها رو میکشم پسرم، برای اینکه بلن و دردایی که کشیدیم و زندگیایی که به باد رفت فراموش نشه. خب عمو داوود، این آدم، این درویش آلداغی چرا بعد این همه سال پیدا شده؟ بعد این همه سال چی از جون ما میخواد ها؟ نمیدونم بسرم، اما از اون آدم خیری به کسی نمیرسه. خیلی مراقب باش بسرم. میشه این طرحو بدین به من عمو داوود؟ البته پسرم، مال خودته. خیلی ممنون. زنده باشی پسرم. چیه نادر؟ عمو ظفر، زود خودتو برسون، پلیسا ریختن اینجا، دارن همه جا رو میگردن. پلیس چرا؟ نمیدونم داداش، صحبت از مبارزه غیرقانونیه. چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ عمو اوضاع خرابه، زودتر خودتو برسون. از هممون کلی بازجویی کردن، اشرف هم با خودشون بردن. داداش، حکم بازداشت استاد یامن هم دستشونه. بس دیگه، چقدر حرف میزنی؟ قطع کن قطع کن، اومدم، زود باش. باشه داداش. چی میگه؟ میاد؟ ها؟ آره میاد. میاد. خوبه. چی شد پسر؟ اشرف چی ازت پرسیدن؟ شنیدن شبا مبارزه غیرقانونی میکنیم، از همونو پرسیدن. خب تو بهشون چی گفتی؟ گفتم ما اهل همچین کارایی نیستیم. خب ما هم همینه گفتیم. آره دیگه، چرا اینقدر گیر میدین اینجا که مشکلی نداریم؟ مگه باور میکنن؟ همه سابقه کیفری داریم، پلیس هم میدونه. آه خر بیاره بغلی بار کن. گفتم شاهین، به هوای تو اومدیم مبارزه رو ببینیم. شرط بندی هم کردیم یه پولی گیرمون بیاد. کم مونده بود سر و کلمونو بشکنه. چه میدونستم اینجوری میشه. اون دختره کی بود اومده بود؟ دختره استاد یامانه، نسلی. تا اونا اومدن یه دعوا راه افتاد. بابا مگه اونجا جای دختر مختره؟ اومده بود منو ببره داداش. گفتم برو، اما ول نکرد بره. گفت بدون تو هیچ جا نمیره. داداش واسه اولین بار یه دختر بهم گفت بدون تو نمیرم. راضی نشد بلم کنه. چیه خوشتی؟ میبینم خوشت اومده. نه بابا این چه حرفیه؟ اون دختره استاد یامانه. فقط یه جوری شدم همین. صورتشو نگاه کردم، انگار یه فرشته است، مراقبمه. شاهین، داداش فرات، بفرما. ممنونم.
چیزی شده؟ زحمت کشیدی تا اینجا اومدی، نکنه اشتباهی کردی؟ اشتباه بزرگی کردی. شنیدم کادو بردتت قفس. تو رو چه به اینجاها؟ چرا رفتی؟ داداش پول لازم داشتم. تازه اسم تو رو آورد، گفت قفقاز با این اسم و رسمم قفس رو رفته. پسر من مجبور بودم، پول لازم داشتم. مجبور نبودم از دم درشم رد نمی شدم. میدونم داداش، اتفاقی که برای تو افتاد برای هر کی دیگه می افتاد تا حالا دیوونه شده بود. مامو نگاه کن، شما این کو هنوز سر پایی. خب واسه چی؟ واسه پسرت. کاشکی بابام یه خورده مثل شما بود، منم الان یه آدم دیگه می شدم. اما خدا استاد یامان رو گذاشت سر را، اون آدم هم کرد. اینا الان کجا بودم؟ تو با بابات مشکل داری؟ کتکت میزنه؟ بهت نمیرسه؟ با یه پرتقال رو درخت هیچ فرقی نداره، کارم نداره، از پس هیچ کاری هم بر نمیاد. خیلی هم ساده است، راحت گول میخوره، سرش شیره میماله، زامن میشه طرف در میره. برای همینم دیگه مامانم از ما سه تا بچه، منم که غیر باکسی چی دیگه بلد نیستم، با هم مالی هم زندگی نمیچرخه. گفتم پول خوبی بگیرم، قرضه بابامو میدم، خونم اونم تو حراج نمیره، شکم خانوادم هم سیر میشه. مجبور شدم. میفهمم. این برای تو. این چیه داداش؟ پولیه که لازم داری شاهین، حتی بیشتر از اونیه که لازم داری. قرض بابات، خرج خونه، به همش میرسه. داداش نمیشه، این یه عالمه پوله، نمیتونم بگیرم. پسر رو بردم که بگیری. من هرچی لازم داشتم ازش برداشتم، نگران نباش، مشکلی نداره. داداش نمیتونم پست بدم، شرمندت میشم. شرمنده نمیشی، پس میدی. پس میدی؟ قشنگ تمرین کنی یه بوکسر قهرمان بشی، تا قرون آخرشو پس میدی، باشه؟ داداش اینقدر بحث نکن شاهین، برش دار. دیگه هم پا تو تون کسافت خونه نمیذاری. مبارزه فقط تو رینگ، فهمیدی؟ رو حرف استاد یامانم حرف نمیزنی، هر چی بهت گفت فقط میگی چشم، قبول؟ انشالله قبوله داداش. انشالله مرگ من داداش، بگو اون مشت تلاییتو چجوری میزنی دیگه. کاری نداره، اگه بخوای یاد میگیری راحته. همه جا رو خوب گشتین؟ وجب به وجب همه جا رو میگردین، فهمیدین؟ بله چشم قربان. ارجان چی شد؟ برداشتی؟ بله قربان، فیلم دوربینا ریختم رو فلش، میفرستم برای بررسی. خوبه، باشه، برو به کارت برس. جدیان چیه بچه؟ خیلی ناجوره داداش، از صبح تا حالا دارن همه جا رو میگردن. خب بگردم پسر، چی میتونم پیدا کنم؟ هول نشین بشینین. خسته نباشین. صبر کنین آقا، نمیتونین برید تو. مکان تحت بررسیه. صبر کن، من صاحب این سالونم. یامان گونالتای؟ ظفر گونالتای. پسرشم، بفرم. بفرمایی. چه خبر سرکار؟ مشکلی هست؟ اینجا چی کار میکنی؟ قربان، پسر یامان گونالتایه. باشه فکرت، دم در باشین، کسی هم راندین داخل. چشم قربان. گزارش شده اینجا مبارزات غیرقانونی برگزار میشه. این چه حرفیه جناب؟ اینجا عضو رسمی فدراسیون بوکس، مدرک داریم بابا. ظفر گونالتای درسته؟ بله ظفر گونالتای. خودت هم همین اواخر همراه شبکه مبارزه غیرقانونی دستگیر شده بودی. بله درسته، اما تو دادگاه تبرئه شدم. برگه تبرئه دادگاه من برام اومده. بذار اینجوری بهتون بگم، بابام یه جریمه رانندگی هم نداره، انقدر مقرراتیه. اهل اینجور چیزا نیست بابا، معلومه سوء تفاهم شده. حکم بازداشت یامان گونالتای رسما صادر شده. نمیخوام بگم دارین اشتباه میکنین، ولی باور کنین یه سوء تفاهمی پیش اومده این وسط. مداره که اینو نمیگه. ارجان فیلم ها رو بیار اینجا ببینم. کدوم فیلم ها؟
بابا بس دیگه، گوشی تو بردار. خیلی پشیمونم. خب منو ببخش دیگه، برگرد. الو بابا. جناب سروان، این جریان ارتباطی به ما نداره، باور کنین. یکی برامون پاپوش درست کرده، کاملا مشخصه. فیلمو خودتونم دیدین، همین دیشب ضبط شده. درسته جناب سروان، اما اصلا برین از هر کی میخواین بپرسین. ما چند سال اینجاییم، همه میدونن که پدر من چطور آدمیه. نمیخوام توهین کنم، ولی باور کنین یه مشکلی هست، کاملا مشخصه. برامون پاپوش درست کردم بابا، ما مجوز داریم، چند سال اینجاییم. اینا همش توته است، دشمن داریم به خدا. قربان، اینا رو تو رختکن پیدا کردم. مشخصه که پاپوش درست کردم. مهرموم. مهرموم چیه جناب؟ انگار متوجه نیستین همچین جایی رو نباید مهرموم کنین. والا آبجی، من یه رفتگرم، الان سر نظافت بودم، صدای این گوشی رو شنیدم، گفتم حتما یکی جا گذاشته، بهتون زنگ زدم دیگه. خب آقا الان شما کجایین؟ اینجا سوردبیه آبجی، بگی این حکمت سپور کجاست، نشونتون میدن منو. خیلی خب باشه، الان میام. باشه، فقط یه وقت سوه تفاهم نشه آبجی، همینجا وای میستم تا بیایی. باشه، ممنونم. زفر چه خبره؟ از استاد خبری شد؟ سالونو مهرموم کردن. سالونو مهرموم کردن؟ بفرما تماشا کن. یعنی چی؟ چرا؟ برگشته میگه تو این سالن مبارزات غیرقانونی انجام میشه. اینجا تو سالن؟ بله اینجا تو همین سالن، تازه فیلم دوربینام هست، برامون پاپوش درست کرده. کی؟ کیا؟ کار کیه؟ تانسله؟ این کار تانسل نمیتونه باشه، این فرق میکنه. آلا داغ چی چی اونه، حتما کار اونه. پسر مگه اون آدم با من مشکل نداره؟ با استاد چی کار داره؟ اینو یکی از دوستای بابام داد. اینا از قدیم با هم رفیق بودن، هم سلولی بودن. این یارو به اینا نارو زده رفته. یامانگولانتایی هم که من میشناسم، حتما یه جوری اون نارو رو تلافی کرده. این یارو هم زده به سیم آخر با دوز و کلک در سالن رو تخته کرده. کجا میری؟ افباد کجا؟ به خدا که دیگه از یه دندگیات خسته شدم. خیلی معطلت کردم؟ نه نه، یکم عجله کنیم، زود باش. کجا داری میریم؟ حداقل بهم بگو، پای تلفنم هیچی نگفتی. میریم حصار، سوردبی. باشه، صبر شو. سریع تر کردم، عجله کن. خب بچه ها یکم ساکت، دفتر نقاشیتون رو در بیارین و نقاشی کار کنیم. پروفسور، پروفسور، پروفسور. پروفسور. گونش، چی شده؟ پروفسور نیست خانم معلم. پروفسور؟ عروسک خرس گونش خانم معلم. تو کیفم بود اما الان نیست. ممکنه تو حیات مونده باشه؟ نه خانم معلم، از کیفم در نیاورده بودم. پس شایدم یه جای افتاده. نه خانم معلم، چطوری از تو کیفم بیفته؟ کیفم زیپ داره. بچه ها پاشین قشنگ همه جا رو بگردیم، هر کی عروسک دوستتون رو پیدا کنی یه جایزه پیش من داره. استاد یامان کجاست؟ کی؟ یامان گونالتای کجاست؟ خودتو به اون را نزن. باور کنه نمیفهمم از چی حرف میزنین آقا فراد. نمیفهمی نه؟ باشه، جا تو بگو، خودم بهت میفهمونم. با اون مردی که درویشم دو کلم حرف دارم. شما زحمت نکشین،
درویش خان به موقعش خودشون شخصا میان دیدنتون. ببین چرندیا تحویل من نده. استاد یامان کجاست؟ تو سالونم شماها برامون پاپوش درست کردین. اگه مردین پای همه کارتون وایسین. درویش خان هیچ وقت کاری نمیکنن که نتونن پاش وایسن آقا فراد. در ضمن خواستم برای شروع تحصیل پسرتون بهتون تبریک بگم. از عروسکش هم خوششون اومده. اسمش چی بود؟ پروفسور بود؟ تو چی داری میگی؟ از چی حرف میزنی لعنتی؟ پروفسور از طرف درویش خان یه پیغام براتون میاره. روز بخیر آقا فراد. الو الو، پس استاد یامانو ندیده؟ نه گفتم که ندیده کرم. خیلی خوب، پس دیگه جای نگرانی هم نیست. حتما گوشیش از دستش افتاده. نمیدونم. رسیدی آبجی؟ بله، تو سوردبیم. آها دیدمتون. یه آقام پیش تاره؟ بله. سلام. سلام، خوش اومدین. بفرما آبجی، اینم گوشی. فقط پای تلفن نگفتم که نترسین. وقتی پیداش کردم روش یه لکه خونم دیدم. منم گفتم برام دردسر نشه، برای احتیاط پاکش نکردم، همونجا مونده.